حالا من که هم روز اول نظرمو گفتم، گفتم اینا یه کاغذ پاره است، واقعا هم کاغذ پاره است. شما الان تو ایران بچرخید ببینید اصلا کی حساس هست به این. آقا تحریم کردیم، تحریم های فلج کننده. حالا به قول معروف احترام مجلس اجازه نمیده من به زبون خودشون جوابشون بدم. تحریم های فلج کننده نشستن هی نوشتن یه صفحه، دو صفحه، ده صفحه، پنجاه صفحه. فقط محمود احمدی نژاد نبود که تحریم ها رو کاغذ پاره میدونست، بلکه این موضع رسمی جمهوری اسلامی بود که تحریم ها رو بی اثر اعلام میکرد. اما تحریم ها به ویژه اون دست از تحریم هایی که از سال 2010 علیه فروش نفت و شبکه بانکی ایران ایجاد شد، چنان تأثیری بر اقتصاد گذاشت که خود محمود احمدی نژاد هم تغییر موضع داد. بعضیا فقط موقع خوشی هستن. حالا من خیلی احترام زیادی قائلم برای ایشون، ولی بالاخره ایشون که میدونه واسه چه خبره، ایشون میدونه چقدر نفت فروش میده، چه جوری بالاخره بانک مرکزی داره تلاش میکنه برای جابجایی ارز و تامین نیازهای کشور. اقتصاد ایران طی 4 سال گذشته یکی از ضعیف‌ترین دوران تاریخ خودش رو پشت سر گذاشته که با دوران جنگ یا قحطی قابل مقایسه است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی سال 91 به نزدیک منفی 6% رسید و در سال 92 حدود منفی 2% بود. نرخ تورم هم با رشد مستمر در سال 91 به 3.5% رسید و در سال بعد 35% شد. حتی با اینکه رشد نرخ تورم به مرز 20% در نیمه سال جاری رسیده، باز هم ایران رو نتونسته از بین 5 کشور دارای بیشترین تورم جهان بیرون بیاره. بیکاری به یک بحران بدل شده، چون طبق گزارش مرکز آمار از حدود 64 میلیون ایرانی در سن کار تنها 21.5 میلیون نفر شغل دارن و این تعداد شاغل ناناور بقیه جمعیت کشور هستند. به واسطه تحریم ها درآمد نفتی دولت از 118 میلیارد دلار سال 90 به 41 میلیارد دلار سال 92 سقوط کرد. این افت درآمد طی 2 سال گذشته با کاهش قیمت نفت در سال جاری شرایط نامطلوب تری رو به وجود آورده. اما آنچه اوضاع رو پیچیده تر میکنه تعهدات مالی افسانه‌ای دولت در پروژه هایی مانند یارانه نقدی و مسکن مهره. اقتصاد ایران که گرفتار یک رکود تورمی عمیقه، سایه تحریم هم بر اون سنگینی میکنه. اما تنها دلیل شرایط موجود تحریم نیست. حسین رسام، تحلیلگر مسائل ایران، از جمله افرادیه که روی این موضوع تاکید میکنه. اگر ما بخوایم شرایط امروز اقتصادی ایران رو نگاه بکنیم، این کار بدون توجه به مجموع عواملی که در چند سال اخیر تأثیر گذاشتن و اون رو رسوندن به نقطه‌ای که الان مشاهده میکنیم و خب به حال دولت آقای روحانی هم داره تلاش میکنه که شدت اون رو کم بکنه، راه به جایی نمیبریم. ما میتونیم از سال 88 هم الان شروع بکنیم. خب در دوره بود که درآمد نفتی به وفور بود، دولت احمدی نژاد حس میکرد که وضعیت مطمئنی داره. یک بحران سیاسی بزرگ دامنگیر جمهوری اسلامی شد در سال 88 که ادامه پیدا کرد و بعد ما سال 89 هدفمندی یارانه ها رو داریم. هدفمندی یارانه ها رو من شاید فکر میکنم که خیلی علاقمندم اسمش رو بذارم بزرگترین دروغ تاریخی ایران، به خاطر اینی که در اون مجموعه حقیقت‌هایی به مردم گفته نشد. برای مثال به مردم گفته نشد که این طرح برای این استش که چند سال مقداری در ماه دریافت کنن، یارانه‌ای دریافت بکنن و بعد این قطع خواهد شد. این هرگز به مردم گفته نشد. همزمان میشه این با مسائل مشکلاتی که ما در حوزه هسته‌ای داریم و اونها فشار جدیدی که واردی بر ایران تحمیل میشه و اقتصاد ایران رو دچار یک شوک میکنه. حالا این دو تا عامل رو که شما دارین نگاه میکنیم، میبینیم که بعد از بحران سیاسی 88 حکومت به خاطر اینه که بتونه خودش رو
تندازی جمع بکنه و وضعیت مطمئن تری پیدا بکنه، ناچار میشه به مجموعه از عوامل سیاسی امنیتی به گونه ای فضای جدیدی بده، چون تنها به اونا اطمینان میکرده و اونها در واقع بهرمند میشن از رانت هایی که دریافت میکنن. پس به این ترتیب سوء مدیریت، رانتخواری، بحران سیاسی و تحریم ها دست به دست هم دیگه میدن که شما یک وضعیت رکود پیدا بکنین، حیف و میل منابع رو پیدا بکنین و بعد خب دولت‌های روحانی میان و مجبور میشن که این میراث‌دار بشن. بعضی چیزا رو نمیتونن کنار بگذارن، مثل تحول اقتصادی. با اینکه تحریم‌ها تنها و حتی مهمترین عامل در شرایط نامطلوب اقتصادی فعلی نیست، ولی برداشته شدن تحریم‌ها یکی از مهمترین کمک‌ها به بهبود شرایط اقتصادی خواهد بود. برای همین ایران با تمام توان در مذاکرات هسته‌ای تلاش می‌کنه تا نظام تحریم‌ها شکسته بشه، اتفاقی که در گروه یک توافق هسته‌ای و هنوز معلوم نیست در آستانه مهلت تعیین شده برای این توافق دو طرف در چه شرایطی هستند. ما یک سر در واقع فعالیت‌های هسته‌ای ایران رو داریم، سر دیگر تحریم‌ها رو داریم. خب تو بخش هسته‌ای بزرگترین هدف حالا عمدتاً کشورهای غربی یا به حال به طور کلی پنج به علاوه یک این استش که فعالیت هسته‌ای ایران رو به شکلی محدود بکنن که از اون چه ما بهش اطلاق میکنیم نقطه گریز، breaking point، breakout point، از اون فاصله بگیره ایران. و این خب مستلزم این استش که تا حد زیادی ایران بحث برنامه هسته‌ایش رو محدود بکنیم. خب حالا اینجا باید یک تعادل ایجاد بشه بین اون میزانی که ایران فعالیت هسته‌ایش رو یا ابعاد فعالیت هسته‌ایش رو کاهش میده و از اون طرف تحریم‌هایی که برداشته میشه یا مجموع تحریم‌هایی که برداشته بشه. خب نزدیک کردن این دو سر این معادله خیلی راحت نیستش و اتفاق بعدی که میفته این استش که حالا این جزئیات رو ما داریم، مراحلی که به تدریج بریم به این سمت که فعالیت محدود شده بشه و تحریم ها برداشته بشه، نیاز به یک برنامه ریزی داره، نیاز به یک توافق بزرگ داره. برخی اوقات عنوان میشه تحریم ها از دقت کافی برای رسیدن به اهداف خودشون برخوردار نیستن، چون در بسیاری از مواقع تحریم ها دور زده شده. به طور عمده هم تحریم ها توسط دولت و یا شرکت‌های وابسته به دولت نقض میشن و بخش خصوصی که اساساً هدف تحریم‌ها نبوده به زیان دیده اصلی تبدیل میشه. حسین رسام معتقده که دولت ایران برای دور زدن تحریم‌ها سال‌هاست که تمرین کرده. این سه دهه تحریم درس‌هایی رو هم به ایران یاد داده. اینه که چطوری میتونه از خلأها استفاده بکنه، چه جاهایی میتونه تحریم‌ها رو دور بزنه، چگونه میتونه در واقع از موقعیت‌ها بهره‌مند بشه. این از یک سو. و سوی دیگر اینه که خب به هر حال ما در قرنی زندگی می‌کنیم که اقتصاد جهانی بسیار تغییر کرده. کانال‌های انتقال پول، پولی که در دنیا در حال چرخش هستش، مرزها دیگر مثل گذشته نیستن. ایران به تبع از این اشتیاق و این علاقه‌ای که خیلی ها در جاهای مختلف دنیا دارن که پول بادآورده‌ای نصیبشون بشه و بتونن ثروتی رو به دست بیارن استفاده میکنه و اونها هم علاقمند هستن. پس به این ترتیب شما میبینید که یک دفعه در یه جایی شرکتی ثبت میشه که حتی مشخص نیستش چه کسانی هستن، میان یه حرکتی انجام میدن، ممکنه نفت ایران رو بخرن، ممکنه به ایران چیزی بفروشن و بعد از اینی که کارشون انجام دادن پولی به دست آوردن ناپدید میشن، میره تا بعدی. دولت 11 انرژی زیادی صرف مذاکرات هسته‌ای کرده و حتی برخی به دولت هشدار میدن که نباید تمام تخم‌مرغ‌ها رو در یک سبد بگذاره و برای شرایطی که تحریم‌ها لغو نخواهند شد هم باید برنامه ریزی داشته باشه. با این حال به نظر میرسه دولت روی توافق هسته‌ای برای لغو تحریم‌ها حساب زیادی باز کرده. تیم مذاکره کننده ایران و دولت آقای روحانی وضعیت بسیار سختی دارن. میتونیم به طور کلی بگیم که یک، علاقمندن که این مشکل حل بشه، برای اینه که معتقدن که این دوره فشار و تداوم فشار بر ایران بسیار سخت هستش و ایران
باید بتونه عضو فعالی از جامعه جهانی بشه. ولی در این حال چه تیم مذاکره کننده و چه دولت آقای روحانی میتونیم از یک طرف بگیم که حاضر به هر گونه معامله ای نیستن و میدونن که عواقب یک معامله بد در داخل کشور براشون بزرگ هستش، و از اون طرف اگر فضا به طرفی پیش بره که نتونه توافق هسته‌ای به راحتی صورت بگیره یا اون چه از توافق هسته انتظار دارن اتفاق نیفته، در اونجاست که نمیتونن برن به این سمت که بخش دیگری از رهبران حکومت رو متهم بکنن به در واقع سنگ اندازی، بلکه مجبورن به این سمت برن که نهایت سعیشون رو کردن، به دنبال این بودن که توافقی اتفاق بیفته و این طرف مقابل بود که حاضر نشدش به سمت این توافق حرکت کنه. یک سال بعد از توافق ژنو دوباره مذاکرات فشرده ای در جریانه. برخی خوشبینانه و بعضی بدبینانه به اون نگاه میکنن، اما عده‌ای هم در میانه هستن و معتقدن نه توافق جامعی به دست میاد و نه مذاکرات قطع میشه. من فکر میکنم اتفاق بزرگ افتاده و این مهم هستش، اینی که به حال مقدمه‌ای برای یک توافق بزرگ صورت گرفته، ولی اینه که میزان علاقه در دو طرف یا به حال گروه های تاثیرگذار در دو طرف چقدر هستش برای اینه که بتونن به یک نقطه نهایی برسن، اون خودش مطلب مهمی هستش. و بعد اینه که خود توافق جامع اتفاق بیفته، میشه اینگونه نگاه کرد که چون توافق اصلی یا به حال رویکرد اصلی وجود داره، حتی اگر در تاریخ 23 نوامبر ما به توافق جامع نرسیم، حداقل این امکان وجود داره که به یک توافق کارکردی مجدد رسید که این توافق کارکردی کمک بکنه به تسهیل روند آینده و اینی که نهایتاً توافق جامع اتفاق بیفته. دیپلمات‌های وزارت خارجه یکی از دوره‌های مهم کاری خودشون و این وزارتخونه را سپری می‌کنند. شاید هیچگاه گمان نمی‌کردند که رفتارها و نتیجه عملکرد اونها تا این اندازه روی اقتصاد ایران تأثیرگذار باشه. مذاکره کنندگان هسته‌ای همزمان که برای خروج سیاست ایران از انزوا می‌کوشند، برای اقتصاد منزوی ایران هم مایه امیدواری‌اند.